با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. گفتم این ویدیو رو در سربالایی ورود به لس آنجلس که از شمال لس آنجلس وارد میشه ضبط کنم که شما صدای دنده عوض کردن و فشار موتور تو سربالایی رو ببینید. ولی خب شوخی کردم، ماشین تسلا یه دنده است، اصلا سربالا سرپایین براش فرق نداره، صدای موتور اضافه تر نمیشه چون داره سربالایی میره یا سرپایین میره. ولی ماشینی هم هست که دنده توش گذاشته. خود تسلا هم اول در سری اول مدل گروکیش رودسترش حرفی بود که اصلا دو دندهش بکنه، شاید هم به عنوان آزمایشی دو دندهش رو درست کردن ولی با آخر به این اجنس هایی که لازم ندارن و استفاده نکردن. چه ماشینی دنده بیشتر از یکی داره؟ ماشین الکتریکی پورشه تایکان. پورشه تایکان برای اینکه بتونه تو شتاب یه جوری تسلا رو بزنه اومدن براش برای موتور عقبش گیربکس دو دنده گذاشتن ولی جلوش کماکان یه دنده است. با همون دو دنده گذاشتن تونستن شتاب رو به حدی بیارن که تسلا یه زمان خودش رو بزنه. ولی خب تسلا هم دیری نکشید که مدل لد و آورد، بازم یه دنده اونتا با سه تا موتور که دیگه تایکان رو هم میزنیم. ولی منظوری که بدونید که بیشتر از یه دنده هم در مشتی الکتریکی استفاده شده، پورشه استفاده کرده. خب حالا بحث امروز ما، یه نوشته دیدم، امیدوارم شما هم دیده باشید، خیلی چیز جالب و معنیداریست و در خط اون چیزاییست که من همیشه به تو میگم. میگه یه دهاتی هست در فرانسه که همه مردم دهات به خاطر یادآوری حمله آلمان به فرانسه احترام سیستم هیتلر همه شال قرمز دور کمرشون میبندن و همه شون هم اسمشون اسم هیتلریه، یه جورای هیتلر، هیترزاده، نمیدونم چی هیتلر. به آدم فکر میکنه که آقا این ملت مگه وطن ندارن؟ هیتلر اومد پدر این مملکت در آورد، نه چجوری اسم بچه هیتلر و هیتلر زاده و نمیدونم از این اسما رو خودشون میذارن. و در آخر داستان یکی آقا این کاریست که ما داریم تو ایران میکنیم، اسم کسانی که اومدن پدر ما رو 1400 سال پیش در آوردن رو بچه ها میذاریم، یه سری که دیگه از اون هم یه پله میریم بالاتر، میگیم غلام، غلام این، غلام اون، حالا اسما رو نمیگم دیگه اسم کوچیکاره. اینه که این واقعا خجالت آوره و باید ما این کار رو ترک بکنیم که اسم خارجی بذاریم. حالا اون یکی که خوزستانه، اصلا نسلش عربه، اسم اجدادش رو میذاره، معلومه جزء حمله کننده ها به ایران بوده، فرق میکنه. ولی باز اونایی که خوزی بودن، حالا خوزستان عرب هم نبودن، اونا هم شامل ما میشن، یعنی با حمله اعراب. یه دفعه تلفن زنگ زد و رشته کلام از دست من خارج شد. به هر حال این اسمای خارجی رو سعی کنید برای بچه هاتون دیگه استفاده نکنید. یه 1400 سال اشتباه کردیم دیگه، اشتباه نکنید. مطلب دیگه که میخواستم برای این جلسه صحبت کنم و امیدوارم با صدای ماشین بعدن که گوش میکنم ببینم قابل قبول هست یا نه، اینه که این نرفتن خامنه‌ای در صد و چند روز گذشته در ضمن این که خیلی چیز بدی بوده، منجر به اعدام ها و کشته شدن یه بیشتری شده، آدم همیشه باید تو هر چیز حتی منفی هم جنبه های مثبتش رو نگاه کنه و این موضوع یه جنبه مثبت هم داره. جنبه مثبت اینه که هرچی این انقلاب مهسا بیشتر داره طول میکشه، بیشتر دین زدایی و آخوند زدایی میشه و این برای آینده ایران خیلی خوبه. برای افراد فعلی زیاد فعلی خوب نیست، برای تعدادی که کشته میشن، تعدادی که اعدام میشن اصلا خوب نیست، ولی دراز مدت که نگاه بکنید برای نسل‌های آینده یه عده‌ای دارن فداکاری میکنن که ایران آینده رو بسازن. و فکر کنید که اگر همون روز اولی که روز مهسا اسمشو بزنیم بگه رژیم هم رو غلط کردیم، مثلا ما سوار آبون میشیم میریم، مملکت رو بلد نیستیم اداره کنیم، مملکت دست شما. جنبه مثبت اینه که هرچی این انقلاب مهسا
بیشتر داره طول میکشه، بیشتر دین زدایی و آخوند زدایی میشه و این برای آینده ایران خیلی خوبه. برای افراد فعلی زیاد خیلی خوب نیست، برای تعدادی که کشته میشن، تعدادی که اعدام میشن اصلا خوب نیست، ولی دراز مدت که نگاه بکنید برای نسل‌های آینده یه عده‌ای دارن فداکاری میکنن که ایران آینده رو بسازن. و فکر کنید که اگر همون روز اولی که روز مهسا اسمشو بزنیم بگه رژیم هم رو غلط کردیم، مثلا سوار آقو میشه میریم، مملکت رو بلد نیستیم اداره کنیم، مملکت دست شما. اتفاقی که میافتاد در اون صورت این بود که دین زدایی انجام نمیشد، آخوند زدایی انجام نمیشد، آخوندها هنوز زبونشون نیمتر از دهنشون بیرون بود و هزاران ادعا میتونستن بکنن و دین هم که سر جاش بود و داستانه کربلا هم سر جاش بود. این طولانی شدن این دوره به ما ثابت کرد که اینها هیچ کدوم به فکر ما نیستن و فقط در فکر کاسبی خودشون و بهتر شدن زندگی خودشون هستن. یک ریال برای ما ارزش قائل نیستن. برای من که سالها ثابت شده که اینا اصلا خودشون دین اسلام رو قبول ندارن. من مطمئنم که این افراد از خمینی بگیرید به پایین، حتی از اون طرف به بالا، اصلا چیزی به نام خدا اینا رو قبول نداشتن. اینا برایش این کاسبی بوده که بیان به این وسیله بر جان و مال مردم مسلط بشن، با خودشون قانون علکی درست کنن. آقا هر کی با من مخالف باشه اعدام، هر کی با اسلام مخالف باشه یعنی مخالف منه، منم یعنی هیچ دیگه اعدام. و این انقلاب مهسا تا اینجایی که رسیده داره روز به روز دست این آقایونو بیشتر رو میکنه. یک دونهشون نیومده بیاد بگه آقای خامنه ای غلط کردی، اشتباه میکنی، من طرفدار این مردم هم که نیدیم. بنابراین این داستان طولانی تری شدنش هی باعث میشه که اون آدم هایی هم که هنوز دین و ایمان محکمی داشتن کم 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 اون ایمان از دست میدن، میفهمن که آه اینا همش کاسبیه، حقبازیه، حقیقت نداره. و این برای ایران، برای آینده ایران خیلی بود. در یک تصویر بزرگ 1400 ساله اینجوری گذشته، این 40-50 سال هم اینجوری میگذره. نتیجهش ولی اینی که بعد از اون ایران خیلی پیشرفت میکنه، درست مثل بعد از دوران رنسانس اروپا. وقتی اروپا دین رو گذاشت کنار، پاپ رو گذاشت کنار و اینا رو کرد هیچ کاره، یک دفعه تمام اروپا شروع به پیشرفت کرد. و این مسئله برای ما هم خیلی میتونه اتفاق بیفته، احتمالش خیلی زیاده که ما پیشرفت عجیب و غریب بکنیم، برای که ایران افراد تحصیل کرده خیلی زیاد داره، هم در داخل هم در خارج. و اینا کسایی هستن که میتونن ایران رو در مدت خیلی کمی بسازن، فقط با اراده ملی و با اینی که ملت دیگه تو فکر دوستی و نمیدونم این کسافتکاری هایی که اینا بودن نباشن. بنابراین من نظرم اینه که این طولانی تر شدنه همش هم ضرر نبوده، سود هم بوده و سودش اونجاییست که با طولانی تر شدن دست اینها بیشتر برای ما رو شده. و امیدوارم که دیگه هیچ وقت تا هزاران سال دیگه اصلا یک دونه آخوند در مملکت ایران پیدا نشه برای هیچ علتی، نه خوبش نه بدش، هیچ مدلشو نخواست. خوب و خوش باشید. توپ تانک فشفشه، توپ تانک مسلسل، توپ تانک نفر بر، زرش پلو با سبزی، بالی پلو با گردن. اینا چیزایی است که زرش این آقای فیسبوک سر خود روز خودش داشت همه رو دیلیت میکرد. ما حواسمون نبود، هی گفتیم ما اینو گذاشتی چرا دیلیت شده؟ نمیدونم که دوستان اونجا داشتن خدمت میکردن. بعد همون که میگم به یارو میگم برو کلا بیار، میره سر میاره، شاید رئیس فیسبوک گفته بود اونجایی که برای رهبران ایران طلب مرگ میکنن چون طلب خشونت میکنن بریم اونا رو قطع کنید. یارو هم دویده گفت آقا هر کی که گفت تانک فش بشه اونم شامل همونه. آقا توپ تانک فش بشه که طلب مرگ نیست که، توپ تانک فش بشه داری شغل طرف رو روشن میکنی براش. اگر نمیدونه که شغلش چیه داری بهش میگه شما شغل اینه، سعی نکن خودتو چیز دیگه جا بزنی، شغل اصلی تو اونه که ما داریم میگیم. به هر حال خوشحالم که فیسبوک بالاخره فهمید و من امیدوارم که یه روز فیسبوک تمام این مأمورین جمهوری اسلامی رو اصلا دومش رو بگیر از اونجا بندازه بیرون.
خوب و خوش باشید.